دوستان سلام کدام نوع سردرد خطرناک است؟ تکرار چند باره دردها در طول هفته باید ما را نگران کنند؟ چه تغییراتی همراه با سردرد نشانه ای از یک بیماری پنهان است؟ با ما همراه شوید تا پاسخ این سالات را به شما بگوییم سردردهای های رایجی که اغلب به عنوان یکی از قسمت های زندگی ما در نظر گرفته می شود می توانند همان سردرد خطرناکی باشند که بارها در موردش اگر بیش از دو سردرد در سه هفته متوالی داشته باشید باعث نگرانی است و باید به درمان آن بپردازید با این حال این بدان معنا نیست که افراد مبتلا به این مورد باید حراس داشته باشند چرا که لزوما اضطراری و خطرناک نیست و فقط به عنوان یک مشکل بالقوه پزشکی مطرح می شود. رئیس آکادمی پزشکان خانواده در آمریکا میگوید اگر به طور منظم توسط پزشکان چک شوید آنها می توانند بهتر بیماری های شما را تشخیص دهند و در صورت مبتلا شدن به بیماری می توانند سریعتر آن را درمان کنند و در ادامه توضیح داد که سردردها از بدترین نوع دردها می باشند و بدترین موارد می تواند ناشی از تومورهای مغزی باشد مدیر مرکز سردرد پزشک جان هاپکینز در بالتیمور هشدار داد که بیماران مبتلا به سردرد نباید به مدت طولانی از داروهای کمکی استفاده کنند و همچنین گفت داروهای بدون نسخه شاید از نظر شما موثر باشند ولی استفاده بیمورد و طولانی مدت از داروهای بدون نسخه می توانند باعث آسیب های بیشتری در شما شوند مجموعه از مطالعات نشان داده است که مسکن های غیر ضروری می توانند منجر به زخم مده، مشکلات کلیوی، آسیب کبدی و حتی باعث سردردهای بدتری شوند. ارقام به دست آمده در سازمان بهداشت جهانی تخمین میزنند که نیمی از جمعیت بالغ هر سال حداقل یک سردرد دارند از جمله سردردهای بحرانی و تحت فشار سردرد سینوسی و میگر. مقامات رسمی در طی این بیانیه گفتند که بیماران مبتلا به سردردی که از داروهای بدون نسخه استفاده می کنند و روی آنها هیچ تأثیری ندارند باید زمانی برای مشاوره و دکتر خودشان داشته باشند اما اگر سردرت های شما همراه با تیره شدن بینایی، آلودگی و سرگیجه همراه باشند باید فورا معاینه شوید و سریعا درمان شوید. NHS معتقد است سردرد می تواند گاهی اوقات توسط سرمایه آنفولانزا به وجود آید که هر دوی این بیماری ها در زمستان شایع هستند اما استرس، مشکلات بینایی، کم آبی بدن و مصرف بیش از حد داروها سایر علل شناخته شده سردرد می باشند. در طی تحقیقات اخیر نشان داد که سردرد باعث ایجاد دردهای بیشتری در بدن می شود. همچنین دانشمندان دانشگاه دوک معتقدند که ناراحتی همیشه می تواند باعث احساس بدتری در افراد شود و همچنین آنها یک شبکه ناشناخته از اعصاب را کشف کردند که سیگنال های درد را از سر ما به طور مستقیم به قسمت مغز که با احساسات مرتبط می شوند می فرستند. اما اگر فردی هستید که از سردردهای مزمن رنج میبرید ممکن است یک مشکل خطرناک سلامتی باشد که نشانه آن سردرد است سردرد یکی از بدترین دردهاست که سریعا فرد را از پای در میآورد گاهی اوقات افراد سردردهایی را تجربه می کند که قادر به باز کردن چشم و انجام کارهای روزمره نیستند در واقع برنامه های آنها را مختل می کند همانطور که گفتیم سردرد علل مختلفی دارد از جمله سرماخوردگی یا فلانزا، سینوزیت، خستگی و کمبود مواد غذایی، افسردگی، فشار خون و سپری کردن زمان زیاد جلوی کامپیوتر و گوشی موبایل. اما اگر شما در هنگام سردرد صدایی مثل تیراندازی به سرتان را تجربه کردید و برای دقایق طول کشید و انگار مثل صدای سائق مانند در ذهنتان پیچید نشانه خونریزی داخلی مغز است اگر سردرد شما شدت میگیرد و دوام ندارد شاید میگرن است اگر از درد اطراف چشم رنج میبرید شاید نشانه های سینوزیت یا آب سیاه باشد اگر سردرد شما بیشتر در ناحیه گیجگاهی متمرکز است میتواند نشانه بیماری قلبی باشد مخصوصا اگر بالای پنجاه سال باشید اگر سردرد شما در صبح زود اتفاق میافتد میتواند نشانه سینوزیت شدید باشد چون در شب حفره بینی ملتهب می شود و در صبح سردرد ایجاد می شود. و اگر ماها سردرد خفیفی دارید که با سرگیجه همراه است شما در خطر بروز سکته هستید. فورا به پزشک مراجعه کنید. و در پایان اگر تجربه در این مورد دارید لطفا در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما تنها کافیست این ویدیو را لایک کنید.